بله، با سلام مجدد به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. ما الان در قسمت دوم دادگاه دورست در آلبانی هستیم. قسمت اول از صبح حوالی ساعت 8:30 دقیقه به وقت محلی شروع شد و تا 12:00 ادامه داشت و بعد یک ساعت تنفس داد دادگاه، که در جریان این تنفس یک کنفرانس مطبوعاتی مختصری برگزار شد و خواهر مجاهد مهری حاجی نژاد مختصری از موضوع دادگاه، جنبش دادخواهی، موضوع مجاهدین خلق ایران در اشرف سه، 1000 زندانی سیاسی و این که اشرف سه در واقع قلب جنبش دادخواهی هست رو برای همه خبرنگاران حاضر که تعدادشون هم بسیار زیاد بود توضیح دادن و اکنون کمتر از یک ساعت دیگه به پایان دادگاه وجود داره. حوالی ساعت 4 بعد از ظهر وقت محلی قرار دادگاه امروز که متعلق است به مجاهد خلق محمد زند به پایان بپذیره و ما حتما گزارش اون رو برای شما تکمیلی خواهیم داد. احسان شکر، شما در بله. تکمیل چیزی دارید؟ بله، منم سلام میکنم دوباره به همه هممیهنان عزیز، بینندگان گرامی سیمای آزادی. در ادامه این روند دادگاه هستی. من دقایقی پیش که گوش میکردم به دادگاه، سوالهای دادستان ها بود که از مجاهد خلق محمد زند میپرسیدن در رابطه با جزئیاتی که تشریح کرده بود و مشاهداتش از ایام قتل عام 30,000 زندانی سیاسی که 90% از مجاهدین بودن در سال 67. مقداری از اون چه که از صبح گذشت رو من اینجا توضیح بدم. در شروع جلسه آقای کنت لوئیس که وکیل محمد زند بودن در این جلسه، روند دستگیری وی رو توضیح دادن و اینکه چه گذشت بر او در سالیانی که در زندان بود و همچنین اضافه کردن که رضا زند برادر محمد زند از قتل عام شدگان سال 67 هست و اضافه کردن آقای کنت لوئیس که محمد زند سه بار خودش به راهروی مرگ رفت و بارها در اون سال در ایام قتل عام حمید نوری رو دید و علاوه بر اون در سال 1374 هم یک بار با حمید نوری مواجه شد. بعدش خود محمد زند شروع به صحبت کرد با جزئیات خیلی دقیق، مشاهداتش رو از ایام قتل عام بازگو کرد، از شهیدانی که از کنار دستش رفتن، گفتش که من سه بار خودم در راهروی مرگ بودم، من رو سه بار به هیئت مرگ بردم، یعنی همون هیئتی که تشکیل شده بود از دشخیمانی مثل نگری و آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی این رژیم. روند اعدام ها رو توضیح داد که چجوری می اومدن دشخیمانی مثل حمید نوری، زندانیان رو صف می کردن در راه روی مرگ و اونها رو صدا می زدن برای اعدام. گفتش که مثلا در یک نمونش گفتش که عباسی اومد یک دسته چشمبند تو دستش بود، اومد یک لیست جدید آورد و این لیست رو خوند. و نکته جالب توجه دیگه اینه که این جزئیات رو برای اینکه عینی بشن کسانی که گوش میکنن به حرفای شاهد، از روی یک ماکت ساخته شده از زندان گوهردشت توضیح میداد که خب توی این ماکت هم راهروی مرگ به خوبی مشخص بود، هم اتاقی که هیئت مرگ توش بود، هم سلولهای مختلف و خلاصه با جزئیات خیلی زیاد توضیح داد و الان هم که داشت به سوالاتی که ازش دادستان‌ها و وکلا می‌کردن پاسخ میداد. ما می‌خوایم گفتگویی بکنیم با یکی دیگه از شاهدان قتل عام سال 67 از زندان گوهردشت که هم اکنون همراه ما هستن. از شما خواهش می‌کنم آقای مجتبی اخگر، مجاهد خلق مجتبی اخگر، که با ما همراه بشین. آقای اخگر هم خودشون از شاهدان قتل عام هستن. اول از خودشون میخوام که برای ما تعریف کنن مقداری از اینکه چند سال زندان بودن و مشاهدات خودشون، تا بعد سوال بعدی رو بپرسیم ازشون. من مجتبی اخگر به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران به مدت 10 سال در زندان‌های اوین، قزلسار و گوهردشت بودم و در قتل عام سال 67 هم در زندان گوهردشت و شاهد قتل عام به اصطلاح این تعداد زندانی در گوهردشت بودم که حدود 5 بار به راهروی مرگ رفتم، 3 بار به اصطلاح پیش هیئت مرگ برده شدم و النهایه بعد از قتل عام ها هم تقریبا 5 شهریور بود که ما را از بند آوردن، دوباره به صلاح به اتهام اینکه ما در دادگاه دروغ گفتیم یه تعدادی از زندانی ها رو، مثلا جواد تقوی، من و یه تعداد دیگری رو به صلاح آوردن توی یک محوطه بازی و جواد تقوی رو گفتن که شما به علت اینکه در دادگاه دروغ گفتین به 100 ضربه شلاق توسط
به اصطلاح بازجوها صد ضربه شلاق بایستی بخوری. شما خودتون ببخشید، شما خودتون از شاهدان قتل عام در زندان گوهردشت هستین و درخواست هم کرده بودین، درست میگم، از دادگاه سوئد که بتونین شهادت بدین و گواهی بدین از اونچه که در اون روزها گذشت. بله، بعد در همین رابطه ما بعد از این که ما شنیدیم که حمید عباسی، در واقع همین حمید نوری فعلی که در زندان سوئد هستش، شنیدیم که دستگیر شده، بعد ما خواستیم از دولت سوئد که ما رو به عنوان شاکی و شهود بپذیرن، که به هر حال چهار بار ما اقدام کردیم و متاسفانه به دلیل اینکه گفتن کثرت زیادی در واقع شاکی هستن برای این دادگاه، به همین خاطر گفتن نمیتونیم ما حضور شما رو به صلاح بپذیریم. نتیجتاً قبول نکردن که به سلام ما بتونیم در این دادگاه راه پیدا بکنیم و جز شاهدین و شهادت دهنده های به سلام جنایات این حمید نوری باشیم، که در واقع گفتن که شهود به قدر کافی هست، نه اینکه بلا رو شهادت شما که شکی نبود. حالا شما نظرتون و احساستون به عنوان یکی از شاهدین این قتل عام که در زندان گوهردشت هم بودین و بسیاری از همون مجاهدان سربدار از کنار دست خودتون رفتن، اینکه این دادگاه منتقل شد به آلبانی و خلاصه همون همبندی ها و بعضن دوستان شما دارن، همرزمان شما دارن شهادت میدن، احساستون چیه از انتقال این دادگاه و خلاصه جلساتی که از امروز اینجا شروع شده؟ طبعا من به سهم خودم ابراز رضایت میکنم و خوشبختم از این که به هر حال دولت سوئد دست به اقدام میزده، که اقدامش به نظر من البته بایستی نتایج دادگاه رو النهایی ما ببینیم که چه رأی صادر خواهد کرد، ولی آنچه که مسلمه این دادگاه روندش روند دفاع از حقوق بشره و جنایاتی به اصطلاح در نظام جمهوری اسلامی رخ داده که قتل عام 30,000 زندانی در سال 67 است و توقع و انتظارات تمامی زندانیان بلخص خود من به اصطلاح این هستش که واقعا ببینیم که این دشخیم حمید نوری که الان به طور مشخص داره در دادگاه سوئد محاکمه میشه، به هر حال به اشد مجازاتش برسه و از اون طرفی هم به صرف این که به اصطلاح حمید نوری داره در این دادگاه محاکمه میشه نباشه، سران این نظام که هم از خامنه‌ای باشه یا رئیس جمهورش که رئیس ابراهیم رئیسی باشه، به هر حال خواهان این هستیم که به یک سران این نظام جمهوری اسلامی در دادگاه به اصطلاح حضور پیدا بکنن و در واقع اون چه که جنایتی که به اصطلاح طی این 40 سال یا 42 ساله‌ای که طی این حکومت ننگینشون داشتن پاسخگوی اعمال اون جنایاتشون باشن. خیلی ممنونیم از شما که حضور پیدا کردین در برنامه سیمای آزادی. خواهش می‌کنم. بله. خب ادامه میدیم گزارشمون رو، شما بفرمایید باز هم اگر بله نکته‌ای هست. در واقع این گفتگوی کوتاهی بود با یکی دیگه از شاهدان که اینجا حضور داشتن. البته ما گزارش خودمون رو همچنان ادامه خواهیم داد در روز آینده با شاهدان بیشتر. بله. اگر نکته دیگه نیست، تلویزیون های مختلفی هم حضور پیدا کرده بودن. من بله. فهرست تکمیلتری رو تهیه کردم. خبرگزاری فرانسه AFP حضور پیدا کرد در جلسه صبح. حضور گسترده رسانه‌ها به طور خاص در خروج شاکی، وکلا و خلاصه هیئت مقاومت در پایان قسمت اول دادگاه، یعنی در تنفس بود که تلویزیون‌های متعدد آلبانی حضور داشتن، به جز خبرگزاری فرانسه تاپ چنل بود، ریپورت تی وی، نام تلویزیون‌های آلبانیایی هستند، فاکس نیوز آلبانی، نیوز 24، ویژن پلاس، اوران نیوز، ام سی ان تی وی، سیری تی وی و آلدیانت، شماری از این رسانه‌ها بودند که به تهیه گزارش از این واقعه مهم پرداختند. بله، به خصوص رسانه‌ها توجه بسیاری معطوف کنفرانس مطبوعاتی خواهر مجاهد مهری حاجی نژاد کردند، توضیحاتی که داد در اون مورد و همه پخش کردند و بازتاب دادن و این موضوعاتی بود که بسیار ناگفته مونده بود و خواهر مجاهد مهری حاجی نژاد اینجا برای رسانه‌ها کل موضوع و اینکه جنبش دادخواهی چی هست و چرا به آلبانی الان آمده و چه حرفای ناگفته‌ای داره رو بیان کردن. بینندگان عزیز، این بود گزارش دیگری برای شما. ما بایستی آماده بشیم برای اینکه شاکی امروز آقای محمد زند بتونه خارج بشه با وکلا
و مجدداً اون رو برای شما گزارش میکنیم. با تشکر. برمیگردیم به استودیو. بله، با تشکر از شما و گزارشی که برای بینندگان عزیز ما دادیم. ما باز هم دوباره در خلال برنامه به شما باز خواهیم گشت.